راست میگفتم والا، یه دختر کور بهتر از 100 تا پسره. آره هزار ماشاءالله به دختر حیدر خان. نمیدونی چی از کار در اومده، عین یک گل طیب و طاهره. فکر و ذکرش نماز و روزه است، روزی یک کتاب دعا تموم میکنه. از دیروز تا حالا که کتابش تموم شده، عین یه مار زخمی به خودش میپیچه. اینقدر بیچاره عیز و لابه کرده تا امروز اومدم یک کتاب دیگه واسش بخرم. باری کلا، از تخم ترکه حیدر خان یه همچی دختری بعیده. راست عقد از خانم، چرا واسه پسرت زن نمیگیری؟ شاید وقتی زن گرفت افتاد تو خط و راحت شدی. چرا؟ مگه جوونا این دور زمونه زن بگیرن؟ دخترای امروزی اینقدر غیر و اطفار دارن که کسی رغبت نمیکنه زن بگیره. نه اردست خانم، اینجورام که شما میگین نیست. زن خوب این انار سربسته است که دهن هر مرد را میدازی. وقتی پر پاشو تو چادر قایم کنه ها، پسر هر چه قدم چشم و دلش سیر باشه بازم قلقلکش میاداره. خب از کجای همچی دختری پیدا کنم؟ تا منو داری قصه نخور، خودم سراغ دارم. اون کی هست؟ شیرین؟ دختر حیدرخا؟ نفهمیدم، دختر ارباب. آره عقد از خانم، این خلوی پوست کنده میمونه. یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی، ابرو نگو کمون بگو. چش این نرگس، سینهاش سفت مثل انار، دهنشو که دیگه نگو بوی گلاب میده. تن و بدن این برگ گل میمونه، یه خال درشتم درست وسط کمرشه، میگن علامت بخته، حتما روزیش زیاده. آره خلاصه یه چیزی میگم یه چیزی میشنفی، حتما باز ببینیش. پس بزرگ شدی؟ آره اون وقتا که با فریدون بازی میکرد همیشه دماغ اگه اینجاش بود. خب باشه، کی بهتر از اون؟ فقط اشکال کار اینه که حیدرخان دخترشو میخواد به یکی بده که عین خودش اسم و رسم دار باشه. پس حرفشم نزن، خودت که فریدونو بهتر از من میشناسی. آره پیدا کردم، میشه آوردش. چجوری؟ اونش دیگه با من. پاشو بریم پیش پروفسور تا همه چیزو براش بگیم.